سلام به همه شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. برنامه این هفته ارتباط مستقیم رو هم اختصاص دادیم به پیشواز کهکشان مقاومت. کهکشان و تظاهرات بزرگ ایرانیان که نشانه همبستگی همه مردم ایران از داخل تا خارج کشور برای کارزار مبارزه تا آزادی هست. و اینک نیز این همبستگی رو در فعالیت‌ها و پراتیک‌های گسترده کانون‌های شورشی قهرمان در داخل کشور و اشرف نشانها و همه ایرانیان آزادی که قلبشون برای آزادی و رهایی مردم ایران میتپه در کشورهای مختلف جهان میبینیم. به راستی که کهکشان و گرد همایی سالانه مقاومت تابلوی با شکوهی که از لحظه به لحظه فعالیتهای شما اشرف نشانان عزیز در اکسیونها، تظاهرات، میزهای کتاب و فراخانهاتون برای حضور ایرانیان آزاده و تلاشاتون برای افشای رژیم آخوندی و کسب حمایت نمایندگان مردم کشورهای مختلف در پارلمان ها ترسیم میشه. همینطور فعالیت های خستگی ناپذیر و درخشان کانون های شورشی در داخل میهن این تابلو رو به یک تصویر آلترناتیو مستحکم و پایدار که برای دستیابی به آزادی مردمش از هیچ چیزی دریغ نکرده به زیبایی تجسم میبخشه. خب اگه موافق باشید در آغاز برنامه ویژه پیش به سوی کهکشان مقاومت مردم ایران گوش میکنیم پیام امروز آقای مسعود رجوی درباره شعبده انتخابات رژیم رو. مسعود رجوی 20 خرداد 1403 حتی در چارچوب های همین رژیم این دیگر انتخابات نیست، بلکه فکاهیات است. راستی این چه رژیمی است و به کجا رسیده است که ناگزیر در سر بزنگاه ها رؤسا و وزرا و خادمان خودش را مردود اعلام می کند، یعنی که بر سر خود می کوبد و دست و پای خودش را خراطی می کند. آشکار است که همه چیز از مرگ و جانشینی خامنه ای و حفظ نظام چیده شده است. به این منظور مجبور است همچنان که گفته بودیم مثل همیشه بر انقباض و اختناق و خالص سازی و بر تروریسم و جنگ افروزی بیفزاید و به سلاح اتمی رو بیاورد. علل قاعده سر مار ولایت برای بقا و هژمونی خودش چنین خواهد کرد. مهمتر از هر چیز برای 100مین بار ثابت شد که افعی کبوتر نمی زاید و در این رژیم جایی برای انتخاب نیست و زمان انقلاب و دادخواهی آتشین است. تایید صلاحیت ریاست جمهوری لولو خورخوره اطلاعاتی سردشخیم آخوند پور محمدی در هیئت مرگ در قتل عام 67 که در خبرگان ارتجا مردود شده بود علامت روشنی است که بتخدا و دشخیم خدای خامنه ای همان روح پلید اعدام ها و قتل عام دهه 60 است. لعنت بر خمینی. پور محمدی همان است که پس از بالا گرفتن جنبش دادخواهی با تلاش‌های بی‌وقفه رئیس جمهور برگزیده مقاومت به صراحت گفت ما هنوز با مجاهدین تسویه حساب نکرده‌ایم و از آنجا که دشمن‌ترین دشمنان این نظامند به حساب تک تک آنها باید برسیم. همه‌شان جنایتکارند و باید در دادگاه محاکمه شوند و باید به اشد مجازات محکوم شوند. ما هنوز تصفیه حساب نکردیم و وقت این حرفا نیست. وقت تصفیه حساب الان. امروز هم منافقین خائن ترین دشمن این ملتند و امروز باید اینا بیاد جواب بدن و باید پای میز محاکمه بیان، به حساب تک تکشون هم باید برسیم. و حالا ما متاسفانه به خاطر فضای روانی و یا جهالت یه عده و حماقت یه عده متاسفانه حالا فصلا بدهکاریم. پاسخ باید بدیم، ما باید پاسخ بدیم، جنایتکارا باید بیان جواب پس بدن،
حرفا چی الان تو کشور ما میزنیم؟ بعضا هی گفته میشه تاریخ، تاریخ اینه دیگه، این متن تاریخه. ببینید اصلا موضوع بحث باید کاملا شفاف و روشن باشه. ما اصلا در خصوص منافقین هیچ مشکلی، پیچیدگی، هیچ ابهامی نداریم. الان وقت جنگیدنه، وقت حرف زدن نیست. این موضوع مهم ماست. الان وقت به حساب رسیدنه، وقت اینا رو زمین گیر کردن، به حسابشون رسیدن، محاکمه کردنه. وقت اینکه دنیای جنایتکار طرفدار تروریستی که پشتیبانی از این میکنه اونا رو زمین گیر کردن، اونا سر جاشون نشوندنه. وقت ایناست. هیچ تخریبی تا امروز در این 40 سال گذشته اتفاق نیفتاده مگر اینکه منافقین پای اصلیش هستن. ما با منافقین الان حسابمون تصفیه نکردیم. ما این حرفا رو بعدا تصفیه حساب خواهیم زد. شوخی هم نداریم. ما هنوز باید اینا بیان پاسخ جنایت‌هاشون، خیانت‌هاشون. ما به سردشخیم میگوییم بدون شک در جهنم به رئیسی جلاد و جلاد قاسم سلیمانی خواهد پیوست. منتظر باشید تا قیام خلق بند از بند رژیمتان بگسلد. انتخابات در این رژیم دردی دوا نمی کند، بر بحرانها می افزاید و در گرداب سرنگونی غرقه می کند. مرگ ظالمان، 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 زخت و بیامان، بیامان، بیامان. مرگ ظالمان، 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 زخت و بیامان، بیامان، بیامان. بله، پیام رو دیدیم و شنیدیم درباره شعبده انتخابات رژیم آخوندی. در برنامه امروزمون گفتگویی داریم با شما دوستان عزیزی که هم اکنون از مدتی قبل روی خط هستین و همینطور مهمان برنامه‌مون آقای دکتر حمیدرضا طاهرزاده، عضو شورای ملی مقاومت ایران که با ما همراه هستن. آقای طاهرزاده با شما شروع می‌کنیم. سلام می‌کنم خدمت شما. آیا روی خط هستید؟ بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بله بله هستم و زیارت می‌کنم. بله، خوش آمدید به این ویژه برنامه به پیشواز کهکشان. آقای طاهرزاده اگه موافق باشین خواستم ابتدایی مقدار توضیح بدین که به نظرتون ما در چه شرایطی امسال داریم به استقبال کهکشان میریم. عرض کنم به موضوع صحبت رو میتونم شما رو مجدداً ارجاع بدم به پیامی رو که آقای رجبی الان از ایشون نقل شد که در اونجا واقعا و اتم وحج همه رو توضیح داده بودن. خب طبعا برای همه ایرانیانی که آگاهی دارن به شرایط ایران و شرایط مقاومت ایران و رژیم میدونن که ما در شرایطی هستیم کاملا متفاوت با سالیان پیش، حتی پارسال، اصلا قابل مقایسه نیست. ما این رو میتونیم از دو وجه نگاه کنیم، از نقطه نظر مقاومت و از نقطه نظر خود رژیم. خب این اواخر خامنه‌ای و رژیمش یک ضربه بسیار جبران‌ناپذیری رو دریافت کردن. عواقبش کلانه، ضربه‌ای که منجر شده است به هلاکت جلاد 67 و بحران‌هایی رو گریبان این رژیم کرده. این جلاد قتل عام و کشتار و شکنجه رو که در واقع خامنه‌ای با یک طرح مشخص به دنبال اون پروژه خالص‌سازی که از مجلس شروع کرده بود و دولت جوان و غیره برای اینکه بتونه بحران‌ها رو کنترل کنه و سدی بشود در مقابل قیام و غیره، و با از دست دادن این مهره تبهکار کاملا سرسپرده، خب این رژیم الان در یک موقعیت کاملا دیگری قرار گرفته. جنگ گرگ‌ها تشدید شده. این خامنه‌ای ضحاک لرزه سرنگونی رو احساس می‌کنه، کما اینکه همین رو می‌شود در عرض کنم این موضوع کاندیداتوری این نمایندگانی که حذف شدند و توی همین پیام آقای رجبی اشاره کردند که
خامنه ای واقعا در وضعیتی قرار گرفته که مرتبا خودش رو خراطی میکنه در گرداب بحران ها و پیامد هایی که این بحران ها براش داره. یک زنجیره است از این ضربه استراتژیکی که دریافت کرده. اصلا خامنه ای در شرایطی نیست که یک انتخابات جدیدی رو برای ریاست جمهوری بتونه واقعا مدیریت بکنه و بسیار بسیار آرزوهایی که داشت با حرکت این جنایتکار این مهره می‌بینیم که خاکستر شده و برباد رفته. خب وضعیت مقاومت رو هم که اگه نگاه کنیم می‌بینیم که سالهای پیش به طور خاص سال گذشته چه تلاشی بود از نقطه نظر استعمار و ارتجاع و غیره برای اینکه واقعا بتونن یک ضربه به این آلترناتیو ذی‌صلاحی که بعد از 40 و چند سال واقعا قدرت خودش رو، اقتدار خودش رو، واقعیتش رو و مشروعیتش رو به جهانیان ثابت کرده، اون رو بتونن با پروژه های استعماری از سر راه بردارن، تضعیف کنن، که خوشبختانه به هیچ وجه نتونستن و تمام پروژه هایی که در این رابطه داشتن برباد رفته، نقش بر آب شده در شرایطی که خب واقعا موضوع این که کانون اصلی تمامی بحران ها در به طور خاص در منطقه یا به همون تعریفی که آقای رجوی به درستی از سالیان پیش در مورد این رژیم می کردن که این رژیم سر مار در اونجاست، در تهران، در ولایت فقیه، الان جهان به این موضوع اذعان کرده و این موضوع کاملا جا افتاده برای همه که واقعا اگر میخوان در منطقه صلحی برقرار بشه باید با این رژیم برخورد کرد. خب از این طرف هم نگاه کنیم موقعیت مقاومت رو، خب با این وضعیتی که رژیم پیدا کرده هر چقدر که جلو میره رو به قهقرا میره، خب موقعیت اطلاع یابنده و رشد یابنده و حمایت های جهانی هم میشه همینکه همینطور الان شما ملاحظه میکنید که مرتبا ما در اقصی نقاط جهان در کشورهای اروپایی حداقل در همین مدت 22 حد اکثریت پارلمان های مختلف رو در کشورهای متعدد داشتیم، از مجلسین اعیان و مجلس عوام انگلستان بگیرید که بیش از 550 پارلمانتر حمایت کردند، در هلند، سنای هلند، در ایتالیا، در بلژیک، در همین ایسلند، در نروژ و همینطوری که ملاحظه می‌کنید این حمایت‌ها به طور خاص از برنامه رحمت‌دهی خانم مریم رجوی هست که مورد توجه جهانیان واقع شده و موضوعی که اتفاق افتاد واسطه تحریم انتخابات مجلس بود. این هم یک ضربه جانانه بود که مردم ایران بر پیکر این نحیف این رژیم به طور خاص بر دهان یاوه‌گوی خامنه ای زدند و فعالیت‌های مقاومت کارورهای شورشی همونطوری که همگان میدونن کارورهای شورشی با فعالیت‌هاشون با عملیات‌های درخشانشون برای شکستن طلسم اختناق آتش مقاومت رو در سراسر میهن شعله‌ور نگه می‌دارن. بیش از 20,000 پراتیک انقلابی صورت گرفته و همینطور در همین ماه غالباً 400 پراتیک افسوده بوده است که همه اینها داره بر این است که این مقاومت با چه اقتداری جلو میره و به طور خاص تمام تلاش های استعمار، ارتجاع و غیره نقش بر آب شده است. این یک سمایی بود از واقعیتی که ما درش قرار گرفتیم. به طور خیلی خیلی اجمالی عرض کردم و بله. واقعیت بسیار دراماتیک خیلی بدتر بله. درش فرو میره در این غرقاب بحران های بسیار متعدد. آقای طاهرزاده، خب میدونیم که شما علاوه بر فعالیت های ارزشمند و هنریتون تو پهنه سیاسی هم خیلی فعال هستید. خودتون الان اشاره کردید به حمایت نمایندگان پارلمان های کشورهای مختلف و اکثریت بسیاری از کشورها. سوالم از شما اینه که با وجود این سیاست مماشاتی که بالاخره بین دولت های غربی با رژیم آخوندی هست و با وجود این همه کارزارهای شیطانسازی که رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران همیشه در واقع انجام میده، چگونه هست که موفق میشین و موفق میشوند مقاومت ایران به دستیابی به اکثریت پارلمان به مهمترین کشورهای اروپا؟ باید گفت
خب شما واقعا سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. این فقط در ید قدرت مقاومت ایران هست و به طور خاص مجاهدین، شورای ملی مقاومت و کمیسیون خارجه که این موضوع رو پیگیری میکنند و در رأس همه اونها شخص خانم مریم رجبی بدون کمترین مداهمه هم یا اغراقی باید عرض میکنند. ببینید که این تشکیلاتی که ما داریم در این مقاومت یک واقعیت، یک سرمایه بزرگ، بلکه این مقاومت که اقتدار و قدرتش رو از پول نداشتنش یا از حمایت‌های نداشته خارجی و خلاصه اینها به دست میاره که مرتباً در تحت همونطوری که گفتید شدیدترین فشارهای ممکنه قرار گرفته از همون نخست، از همون دهه 60 یادتون میاد داستان کیکوکورت و ریگان، و از همون زمان اینا تلاش میکردن به نحوی ما رو بگذارن در اون لیستایی که بعدها شکل گرفت. اما خب این مقاومت ایران با کار و پوشش و تلاشش، شما نگاه کنید امضا گرفتن از نمایندگان کشورهای مختلف، همینجوری اعلام میشه که اکثریت پارلمان فلان کشور حمایت کردن از این بیانیه. خب این بیانیه هم خیلی قویه، اگر شما این رو مطالعه بکنید ببینید که واقعا طرز چشمگیری این افرادی که میان و مهر تایید میگذارن، حمایت میکنن، اسمشون رو میگذارن، امضا میکنن، اینها تحت فشارهای مختلف قرار خواهند گرفت و میگیرن، زیر فشار رژیم میرن، هر امضایی که هر نماینده میکنه، هر قدمی که برمیدارن متعاقباً رژیم سراغ اینها میره، فشار میگذاره. خب ولی ما یک شبکه عظیم بسیار بزرگ داریم در سر تا سر جهان که این شبکه تونسته در سر تا سر کشورهای اروپایی و غیره، آمریکا، در آمریکا این امر رو به پیش ببره. در کشور آمریکا برای گرفتن یک امضا از یک نماینده کنگره یا سنا هزاران ساعت انرژی و کار لازم است و تشکیلاتی رو میخواد که اینو به پیش ببره. همینجوری نیست که یک نماینده بیاد. اون نماینده باید به ایقان برسه که از طرح خانم مریم رجبی حمایت کنه. و اینها میان و میایستن حمایت میکنن. دولت‌هاشون، بله، تمام دولت‌های دنیا متأسفانه با این رژیم هست. نه اینکه باشون باشه، می‌خاطر اینکه منافعشون در گرو این است که این رژیم همچنان باشه و خلاصه به همون دلایلی که می‌گیم. اما ما در کشورهای مختلف تمامی دادگاه‌ها به نفع مقاومت ایران، یعنی قوه قضاییه و قوه مقننه، پارلمان های کشور اروپایی، در بریتانیا با شما نگاه کنید بیش از 550 تن از برجسته ترین نمایندگان پارلمان و نمایندگان مجلس اعیان انگلیس که اینا براسه افرادی هستن که سرمایه های این مملکت با تمام قدرت میان از مقاومت این از خانم رجبی حمایت، برندگان جایزه نوبل، شخصیت‌های جهانی و قضات بزرگ، همه میان پشت این پروژه‌هایی که ما داریم. چگونه است که بقیه که مدعی آلترناتیو هستند و مرتباً و ما می‌بینیم که با این سانسوری واقعاً وقیحانه و بی‌شرمانه‌ای که بزرگترین سانسور تاریخی که برای مقاومت اعمال شده، اینها حتی نمی‌تونن یک دونه امضا بگیرن. اون بچه اون شاه فراری به هر حال معلوم الحال از میان رفته که مدعی هم هست و همیشه هم علیه این مقاومت تلاش کرده و همه جا هم سعی کرده. یادتون میاد که در موقعی که بله. موضوع لیست تروریستی آمریکا بود و دولت آمریکا تصمیم گرفته بود مجاهدین رو خارج کنه و شورا رو خارج کنه، اینها چه کار کردن؟ خب این حضرات حتی یک بیانیه با یک امضا نتونستم بگیرم. برای چی این؟ برای اینکه این مقاومت سرمایش از دل و جان انسان‌هایی است که انسان‌های آگاه، خردمند، انسان‌های آرمان‌خواه، کسانی که بین اعضای رسمی این مقاومت، یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران و هوادارانشون که بیش از 40 سال است اینها واقعا حمایت می‌کنن شبانه روز از این مقاومت، یه پیوند خیلی زیبای انسانی وجود داره. برای اینکه این مقاومت
اصول و استخوصش بر انسانیت استوره و روابط پاک انسانی که در اونجا این مقاومت همیشه دنبال وجدانهایی است که حتی اونهایی که خواب هستن وجدانهای خواب رو بیدار بود استعدادها حتی اگر کسی ذره استعداد و جوهر انسانی دارش باشه این مقاومت سراغش رفته و میره. من الان نمیخوام گزارش بدم از کارهایی که بخش هنری انجام داده به طور خاص با رهنمود های شخص خانم رجبی و راه گشایی هایشون و تمام کارهایی که صورت گرفته. خب این مقاومت تمام تلاشش رو کرده و میکنه. چرا؟ چون اهل بها پرداختنه. چرا اهل بها پرداختنه؟ برای که سر این مقاومت در رهبری این موضوع یعنی بنیاد رهبری متشکل شده از عناصری در این درون این چتر رهبری کننده که عنصر انسانی، خردمندی، پاکبازی و اهل فدا غیر از این چیزی نیست. و به همین دلیل تمامی کسانی که در این مقاومت هستن باید بیان. اینجا جایی است که همه میان هرچی دارند در طبق اخلاص میذارن فدا میکنند. بنابراین برای چی؟ برای آزادی. هیچی هم نخواستن. مگه از روز اول آقای رجبی چی گفتن؟ قبل از اینکه رژیم شاه سرنگون میشه ایشون اومدن در دانشگاه تهران صحبت کردن. روز در مقابل خمینی گفتن ما انقلاب اسلامی نداریم. انقلاب برای آزادی است. انقلاب دموکراتیک نوین است. این رو کسی میگه که سالیان سال تحت شکنجه بوده است در رژیم شاه و تمام تلاشش این بوده است و همراه مجاهدین که حاکمیت مردم برقرار بشه و مردم ایران بتونن اونچرا که دوست دارن و مایل هستن برای احقاق حقوقشون اون به منصه ظهور برسه. اما دیدیم که چی شد. از بنابراین من خلاصه میکنم تشکیلات این مقاومت سازماندهیشون و عنصر همونجوری که میگویند در به قول مجاهدین در سرلوحه مجاهدین چه نوشته است عنصر فدا و صداقت اینا این عناصری است که همین جوری نیست. اینا این ارزش ها رو ارزش های انسانی رو در درون این مقاومت از بالا تا پایین جاری کردن و چون سر سالمه بدنه هم همینطور. شما نمیتونید یک بدن قوی رو داشته باشید ورزیده ولی مغز فاسد، مغزی که خراب میشه همه چی رو نابود میکنه. بنابراین ما خوشحالیم، واقعا مردم ایران باید بسیار خوشحال باشن و چه شانس بزرگ تاریخی به قول دکتر اضافه که در مقابل رژیم بنیادگرای اسلامی که آمده است هست و نیست این مملکت رو برباد بدهد چه هست؟ سازمانی است که خودش مسلمونه و به همین دلیل میتونه در مقابل ارتجاع اسلامی به ایسه و فاشیسم دینی رو مطرح بکنه و دم از اسلام تولرانس، اسلامی که شکیبایی هست درش و برنامه ده ماده خانم مریم رجبی همین که عرض کردم. بله خب آقای طاهرزاده، البته ما نمیتونیم از صحبت راجع به برنامه هنری کهکشان کوتاه بیایم، ولی قبل از اینکه در این رابطه با شما صحبت کنیم اخیراً مطلع شدیم که در همکاری بین مقاومت و همسایگان اورسرواس که حامیان جدی مقاومت مردم ایران سالها هست که هستن برنامه رو به مناسبت سالگرد 17 ژوئن برگزار کردن و شما هم در اونجا شرکت داشتید و براشون برنامه اجرا کردید. یک قسمت کوتاهی از این برنامه رو با هم ببینیم بعد برگردیم ادامه بدیم. من خواهش می‌کنم.